وقتی که میگیم جامعه انفجاری هست منظورمون چیه و این موضوع چه پیشینه و تبعاتی به دنبالش داره؟ ادامه این مراحل به چه صورت خواهد بود؟ برای پاسخ به این سوالات و شنیدن پاسخ اونها همراه میشیم با حسین پارسا. با سلام شما آقای پارسا و با سپاس از حضورتون در برنامه امروز ما. با سلام به شما و خدمت همه بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی. بله بسیار عالی. آقای پارسا می‌خواستم به عنوان اولین سوال بپرسم که ما الان میگیم شرایط جامعه ایران انفجاری هست. منظور چیه و چه نشانه هایی برای این شرایط وجود داره؟ بله باید اینو تأکید کنم که الان وضعیت انفجار جامعه را همه افراد و آحاد جامعه تو ایران احساس میکنن و لمس میکنن و به اون اذعان دارن. اما اجازه بدید قبلش یک اشاره بکنم به خود معنی انفجار و یه تعریفی ازش داشته باشیم و اینکه بدونیم وقتی میگیم جامعه انفجاری یعنی چی. شما میدونید که انفجار اساساً یک تغییر حالت ناگهانی روی هر موادی هست. مثلا شما در نظر بگیرید یک قطعه TNT خیلی کوچکی رو با وزن خیلی کمی در یه شرایط مشخصی وقتی قرار میدید، این TNT وقتی تبدیل به گاز میشه یک انفجاری رخ میده که شرایط و بیرونش رو تغییر شکل میده. توی جامعه وقتی صحبت از شرایط انفجاری میکنیم همین وضعیته، یعنی ظلم و ستم و آزادی کشی و ارعاب و یا شکنجه و اعدام و به طور خاص گرسنگی و فقری که تو اون جامعه وجود داره و یا بیکاری و هزار یک مسئله‌ای که تو اون جامعه متراکم میشه، شرایطی به وجود میاد. این شرایط با یک جرقه منجر به انفجار میشه و این انفجار هستش که حاکمیت سیاسی رو نابود میکنه. در حال حاضر از این حیث بخوایم بررسی کنیم، رژیم آخوندی به دلیل جنایت و بدبختی هایی که برای مردم ایران به وجود آورده و تحمیل کرده تو دنیا واقعا بی‌نظیره. شما الان وضعیت فعلی ایران و قیام هایی که تا این مرحله پشت سر گذاشته اگه نگاه کنید خیلی روشن و واضح میبینید که جامعه ما یه جامعه شورشی هستش. ما الان با یه جامعه شورشی مواجهیم. افراد این جامعه دنبال تغییر تو این جامعه هستن، تغییر ریشه‌ای میخوان و شعار سرنگونی این رژیم رو میدن و این رژیم رو نمیخوان. چون رژیم آخوندی شما ببینید به هیچ یک از اقوام این جامعه و مردم ایران رحم نکرده. همه مردم از ظلم ستم این آخوندا چشیدن. تو این 44 سال فقط دیکتاتوری سرکوب بوده که در جواب مردم این رژیم جلو مردم گذاشته. شما نگاه کنید اخشار مختلف جامعه، زنان و کارمندان و هر کسی دیگه تو این جامعه حقوقش پایمال شده. این پایمال شدن حقوق هم یک سال دو سال نیست، الان 44 سال مردم ما تحت فشارن. همه اخشار، زنان، کارگران، کشاورزان، پرستاران، معلمان، خلاصه همه و همه طعم شلاق ستم و بیداد این آخوندها رو چشیدن. شما نگاه کنید یک قلم خط فقر به بیش از 20 میلیون تومان رسیده. حداقل دستمزد هم الان 8,500,000 گفته شده. این وضعیت وضعیت جامعه ماست. همونطور که بخوام اشاره کنم خود قالیباف از سران این حکومت تو مناظره های نمایش انتخاباتیش سال 96 یادتون باشه گفتن که 4% جمعیت ایران الان فقط از همه چی برخوردارن. یعنی بخوایم به عدد این 4% محاسبه کنیم میشه چیزی تقریبا 850,000 خانوار یا کمی بالا پایین این وضعیت دارن. اینا همین سرا و مهره های این نظام هستن. بقیه مردم در چه وضعیتی هستن؟ یعنی 96% جامعه ما تو فقر و ناداری هن. یا مثلا یه مورد دیگه بخوام براتون اشاره کنم این وضعیت جامعه ما وضعیت فقر و فشارش مشخص بشه. همین هفته اخیر توی مطبوعات حکومتی فردی به اسم سجاد پادام که به اصطلاح رئیس کل بیمه های اجتماعی وزارت کاره روی وضعیت بدهی های به اصطلاح حقوق بازنشسته وقتی بحث میکرد اشاره کرد که ما مثل یونان که اومد 100 تا جزیرهش فروخت تا تونست به پاسخ حقوق بازنشستهش بده، ما هم باید بیاییم قشم بفروشیم، کیش بفروشیم، خوزستان بفروشیم تا تازه بتونیم حقوق وقت بازنشسته ها رو ببینیم بدیم. یعنی شما ببینید وضعیت به قدری خرابه که
که این وضعیت رو اینجوری خودشون دارن توضیح میدن. یعنی وضعیت با این شرایط یک وضعیت انفجاریه. شما هر روز شاهدین بازنشستا اقشار مختلف که نون ندارن، گرسنه‌اند و بیش از 30 میلیون از جامعه ما را تشکیل میدن، دیگه تحمل این وضعیت ندارن و هر روز در اعتراض و شورش هستن. یعنی این وضعیت شورش عصیان توی جامعه ما، جامعه ما را به سمت یک وضعیت انفجاری داره پیش میبره. تو همین سال گذشته میلادی، یعنی سال 2022، آماری که ما داشتیم 7800 مورد، یعنی حدود 8000 اعتراض فقط تو این سال ثبت شده. بله. یعنی این نشون میده جامعه ما در چه وضعیتیه، چقدر فشار تحمل میکنه و این وضعیت میره که یک وضعیت انفجاری به وجود بیاره. و مسلم بدونین که قیام‌هایی در تقدیری که این وضعیت حاکمیت عوض خواهد کرد. حالا با توجه به همین توضیحاتی که شما دادین، یک سوال از قضا به وجود میاد. این که به هر حال تقریبا میشه گفت از چند ماه بعد از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی و حاکمیت این آخوندها، به هر حال این اعتراضات وجود داشته. حالا هر سال قبول داریم که بهش اضافه شده، گسترده تر شده، جای بیشتری رو گرفته. یعنی هم فقر، گرسنگی و اعتراضات مردم بازنشستا تو این چند سال اخیر به طور خاص. حالا چی تغییر کرده؟ یعنی چه چیزی بهش اضافه شده؟ یا اینکه شما استدلال میکنی یه چیزی ازش کم شده که میگیم که الان شرایط انفجاریه؟ یعنی این تغییر کجا به هر حال به وجود اومده؟ من بخوام کلا شرایط ایران رو توضیح بدیم، یعنی میتونیم ما شرایط جامعهمون رو روی 4 مؤلفه بررسی کنیم. مؤلفه اول وضعیت خود رژیم، یعنی حاکمیت. مؤلفه بعدیمون مردم، مقاومت و شرایط بین المللی که الان ما توش قرار داریم. شما نگاه کنید توی حاکمیت فعلی، چرا ما میگیم وضعیت انفجاریه؟ چون اینا توان حل فصل ساده ترین مسائل اقتصادی اجتماعی رو ندارن. برای حل فصل مسائل اقتصادی اجتماعی ما میدونیم باید ساختار سیاسی یک حاکمیت عوض بشه. به همین دلیل هم بود که خامنه ای از چند سال پیش اومده بود موضوع دولت جوان حزب اللهی را مطرح کرد و مشخصا تو سال 1400 هم اومد ابراهیم رئیسی این جلاد آورد سر کار که تازه فهمیدیم منظورش از دولت جوان چیه. خامنه ای میخواست چیکار کنه؟ با این تغییر ساختار بیاد نظامش رو یه دست بکنه، یک نظام به اصطلاح سرکوبگری را جلو قیام هایی که پیش رو هست قرار بده و با این چاره اندیشی میکرد تا بتونه اوضاع را مهار بکنه. یعنی شکاف های درون حاکمیتش رو میخواست ببنده. ولی شما نگاه کنید علارغم این که اومد رقیباشو حذف کرد، حتی نزدیکترین مهراشو مثل لاریجانی رو حذف کرد، نتونست قیامو مهار کنه. الان جوشی قیام سراسری شما ببینید باند حاکمو چجوری دستخوش تشتت و تخاصمات درونی کرده. نمونهاش همین جنگ گرگاییست که همین روزهای اخیر تو مجلس آخوندها بین دولت به اصطلاح رئیسی و به اصطلاح آدمای به اصطلاح مجلسشون حاکمه. تقریبا این وضعیت هر روز هم ادامه داره. از طرفی شما الان هر روز میبینید که کارشناسای اقتصادی خود نظام این شرایط رو با چه عناوینی اسم میبرن، میگن ابر بحران، ورشکستگی یا فروپاشی اقتصادی. از این اسامی برای وضعیت اقتصادی اسم میبرن. آمار ارقامی هم که الان ما خودمون میبینیم و خود نظام هم اعلام میکنه در زمینه فروش نفت، تورم یا تعطیلی صنایع، همه اینا نابودی زیرساختای نفت و گاز و اینا، همه گواهی اینن که این وضعیت تو مملکت ما یک وضعیت انفجاری هستش. شما مثلا یک مثال دیگه بخوام بزنم روشن بشه این قضیه، آخوندها تا مدتی قبل میگفتن ما یه صندوق ارزی داریم و خیلی هم افتخار میکردن که 150 میلیارد دلار ارز تو اون ذخیره دارن، ولی همین اخیرا معلوم شده که اصلا این خبرها نیست. 140 میلیارد دلار از اون خرج کردن. اگه چیزی مونده باشه و درست باشه 10 میلیارد دلاره. در حالی که تو کشورهای دیگه شما نگاه کنید، مثلا امارات صندوق ذخیره ارزیش 1000 میلیارد دلاره. عربستان 800 میلیارد دلاره. این رقم کجا و رقمی که در نظام آخوندها هست کجا؟ یا مؤلفه بعدی رو بخوام اشاره کنم، شما تو سمت مردم هر روز می‌بینید مردم ما آماده تهاجمن.
دیگه از خود حاکمیت عبور کردن، کسی سر حاکمیت نیست. پاسخ مشکلاتشون رو چی میگن؟ سرنگونی. حتی سر آب و نون هم دارن شعار میدن، میگن چاره چیه؟ سرنگونیه. این تو اعتراضات شعارا ما هر روز میبینیم. یا مؤلفه بعدی رو اشاره مختصری بخوام بکنم، شما مقاومت الان دارین میبینین هر روز افزایش پیدا میکنه، هر روز تو جامعه ما تهاجمایی که به عناصر رژیم میشه گسترده تر میشه، اوج پیدا میکنه، خیزش افزایش پیدا میکنه. از طرف این مقاومت سازمان یافته خودش نشون میده، یعنی تو کانون های شورشی خودش نشون میده. این کانون های شورشی مسیر قیامو درست هدایت میکنن و به شرایطی که این موقعیت انقلابی به تغییر منجر بشه هدایت میکنن. و از طرف دیگه شما وضعیت بین المللی رژیم هم ببینید، به شدت در انزوا هست، یعنی تو به اصطلاح صحنه جهانی چون وضعیت لرزان رژیم رو میدونن، به همین دلیل کاملا منزوی کردن. یعنی همین اشاره مختصری که به این چهار مؤلفه کردم، اینا نشون میده که وضعیت تو جامعه ایران به شدت در حال تغییر، حالا به قول معروف دیر زود داره، چون شرایط تغییر ممکنه کمی بالا پایین بشه، ولی حتما تغییر در تقدیر خواهد بود. حالا یعنی شما منظورتون این هستش که با وجود اینکه همه این علائم قبلا هم بوده، اما همه اینها دست به دست هم میده از قضا با هم موقعیت مقاومت، هم شرایط بین المللی رژیم، انزواش و خلاصه وضعیت اقتصادیش، اینها میرسونه رژیم رو به نقطه به اصطلاح بحران و جامعه رو به نقطه انفجار. حالا سوال اینه که خب پس چرا این قیام وقتی شروع شد به فاز بعدیش، یعنی سرنگونی و براندازی نرسید؟ بله، این سوال خوبیه. الان دو تا جواب ما باش مواجهیم در صحنه سیاسی. یه جواب اینه که میگن که خب رژیم با سرکوب تونست به اصطلاح اوضاع را مهار کنه، یا میگن که سرکوب عامل تعیین کننده بوده، و نتیجه میگیرن که اگه قیامی هم تقدیر باشه، دوباره همونطور که خود خامنه ای هم روز اول عید گفتش، گفت که با سیلی قیامو متوقف کردیم، بازم با سیلی متوقف میکنیم. یعنی تو این وضعیت میگن که با سرکوب این وضعیت متوقف خواهد شد. یک به اصطلاح وضعیت دیگه یا در واقع دستگاه دیگه ای که میگن خیر اصلا اینجوری نیستش، علارغم این که سرکوب وجود داره تو شکی نیست و ما شاهدیم به شدت رژیم اینه تو جامعه اعمال میکنه، عنصر اصلی که باعث توقف این مرحله از قیام شد و منجر به سرنگونی نشد، کمبود آتشه. یعنی اگر ما تو صحنه قیاممون آتش به اندازه کافی داشتیم و شعله میکشید، هرگز خامنه ای با سرکوبش نمیتونست این قیام متوقف کنه. این خیلی نکته مهمه، باید به این ایمان داشته باشیم، چون قیام 401 یک گزار کمی را کرد، یعنی تو سطح جامعه همه اخشار وارد شدن، ولی اگر لباس آتش و لباس آتش سازمان یافته ما میپوشید، این قیام میپوشید و میتونست با آتش پیش بره، مسلما صحنه دیگه ای بود. ولی ما دیدیم که جبهه ارتجاع، شاهپرستا، استعمار اومدن انحراف تو ایجاد کردن و نگذاشتن که مردم در یک تعادل قوای بالاتری دستگاه سرکوب رژیم رو چکار کنه، کنار بزنه. و این خیانت آشکار به اصطلاح شاهپرستا بود که با این کارشون به عمر نظام اضافه کردن، و الان بعد از گذشت چند ماه مردم اینو دقیقاً براشون چیه واضح و روشن اثبات شده که این آلترناتیوهای دستساز قلابی ارتجاع و استعمار که تو صحنه وارد شدن دقیقاً برای به انحراف کشندن این قیام بود، و در مقابلش ما الان شرایط جامعه را می‌بینیم که مردم هر روز با به اصطلاح حملاتی که میکنن به نیروهای سرکوبگر نشون میدن که فقط همین خط آتش جواب خواهد داشت و بله، این نظامو منجر به سرنگونیش خواهد شدش. بله، بسیار عالی. آقای پارسا تشکر میکنم از توضیحاتتون و از اینکه در برنامه امروز همراه ما بودین. خیلی ممنون از شما، با تشکر از فرصتی که به من دادید. خدا نگهدار.